سه دوز برف به بزدوزی، یک دوز دو بزدوزی، دو دوز یک بزدوزی. یاری پیار نکم حالا گیاد بگی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم حضور تمام بینندگان عزیز کانال فرهاد آروین. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. بینندگان عزیز، امروز آمدیم به منطقه جکان در ولایت هرات تا گزارش شهری را از این ساحه برای شما عزیزان داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. سلام علیکم آجی صاحب، خوب هستن؟ سلامتن؟ سلامت باشین، بفرمایین بشینین. معرفی کنین اسم شریف شما. من محمد یوسف سروشم، یکتر از دکاندارای منطقه جکان. آقای سروش، در دم جکان ولایت هرات پلاستیک فروشیه، فکر میکنم ظروف یک بار مصرف و پلاستیک فروشیه، میشه بگم که چطور کاروبار؟ کاروبار نسبت به سابق کمی ضعیفتر شده، ولی خوبه. یعنی رفته کاروبار حقیقتا خوبه. خدا رو شکر. چی چیزهایی دارین اینجا؟ یعنی ظروف یک بار مصرف کسی خواسته باشه هر چیزی دارین به داخل فروشگاه؟ بیشتر رو نمی شرکت هایی که وارد میکنن، شرکت هایی که تولید میکنن، ما خود نوید چی داریم به ارتباط داریم، هر نوید ظرف یک بار مصرفی داریم. دقیقاً پلاستیک هایی که هست که داخل دکان ها به میوه و نمیفهم جنس ها استفاده میشه، اینا داخل هرات تولید میشه یا نه از جای میایه؟ خود پلاستیک هست، پلاستیک به اصطلاح نظر به مو لزوم دیده خود حکومت پلاستیک وارد کردن یا ممنوعه. خاطر از اینکه خود ما شرکت های تولیدی داره، مشترک صنعتی، الحمدلله با کیفیت هم تولید میکنن. خب هم پلاستیک به حساب سیو ما، هم نایلکس ما، هم پلاستیک، حتی ظروف پلاستیکی خوب با کیفیت تولید میشه و تقریبا احتیاج چیز بازار رفع کرده. یعنی شرکت های هستن که میتونه تمام بازار رو کنترل کنه، چی کنن، حتی چی بگیرن، پوشش بگیرن. نیاز به وارد کردن جنس به حساب پلاستیک باب خارجی نیه. دقیقاً چند سال فعالیت داره همین جی دکان داره؟ ما تقریبا 6 سال میشه که اینجا فعالیت. 6 سال میشه و همین منطقه این. و این منطقه. چطوره این منطقه به اسم جکان نامگذاری شده؟ میفهمین چرا اینجا رو جکان میگن؟ دقیقاً معلومات چی ندارم حقیقتاً که چرا چی مناسبت داشته که جکانه و همی... چون اینجا بزرگای اصلا ما خودمون در اصل از این منطقه نیم. ما منطقه پاسور نشستیم در این منطقه. اولین دقیقاً نمیفهمم که چرا جکان گذاشتن. دقیقاً. خب شما پرسان میکنم از مردم، شاید دوستا بفهمن. لطف کردین اگر پیامی دارن میتونن تقدیم کنن. والا پیام خاصی خونه دارم، پیام به تمام جوانایی که به کشور بستن زحمت بکشن. چون تمام کشورهای مرایل تای کردن، الحمدلله حکومت هست، امنیت هست. فضای بسیار خوبی داره. خیلی از جوانان میشناختم که آرزوی داشتم که یک حکومت اسلامی بیاد. و این آرزوی اینا برآورده شد. خواهش ما از تمام سرمایه گذارا همین هست که بیاین سرمایه گذاری کنن. این قشر جوانه که در تمام دنیا که جامعه اونا پیره، به اصطلاح جامعه جوان ما داریم، جوانای داریم، جوان ها زیر پوشش بگیرن، کارخونه ها شروع بشه، انشالله امنیت هست، بیاین سرمایه گذاری کنن. و از تمام سرمایه گذارایی که در خارج رفتن، خواهش ما اینه که بیاین جوانایی که بیکار همینجی هست، از بیکاری به هزار غم به اعتیاد و چیز کشونده میشن، خواهش ما اینه که سرمایه گذاری کنن. کشور خود اینا، کشورها تمام مراحل طی کردن، حتی تمام کشورهای اروپایی که شما سعی کنید همین مراحل طی کردن، همین چرا طی کردن. و خواهش ما همینه که شما سرمایه گذاری کنن، بلکه این ملت هم انشاءالله از لحاظ اقتصادی خودکفا بشه. و ما هم آرزو ما همینه که این جوان ها دست به کار بشن و مشکلات کمی حل بشه انشاءالله. دقیقاً. خیلی پیام خوبی دادن، انشاءالله موفق باشن. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب دوستای عزیز، خود شما جلوتر میره، با ما همراه باشید. سلام علیکم. خوب هستن؟ سلامتن؟ زنده باشین. بیایم اینجا یک چند دقیقه خود شما صحبت کنه. معرفی کنین اسم شریف شما. غلام نبی. غلام نبی جان هستن، درسته؟ شما هم بیایم این پهلوم ایستاد چه؟
که خود شما هم صحبت کنیم. غلام نبی جان، لوازم برق به دم جکان چند سال اینجا فعالیت داره؟ تقریبا 8 سال میشه، 9 سال. 8 سال میشه کار میکنیم، 9 سال میشه. چطور کاروبار؟ فعلا خوب نیه، قبلا بیتر بود. حال کاروبار کمک کمتر نسبت به سابق کرده. دقیقاً. حال فعلا جنسی که از شما خریداری میشه چی نوع اجناسیه؟ یعنی مثل گذشته عمده میگیرن از شما یا نه پرچون شده؟ عمده که خیلی حال کم میگیرن، چون ساخت ساز خیلی کمه. زیادتر حال این گروپ میگیرن. گروپ میگیرن، این گروپی به خونه میسوزه و میخره. میسوزه برای چند متر سیمی. نرخ و نواب چی شکله از گذشته تا حال؟ تغییرات کرده یا نه؟ قبلا که بود ارزان‌تر بود و بعد خیلی رفت بالا، حال خوبه، کم میاد پایین آمده. حال پایین آمده، خدا رو شکر که پایین آمده. یک سوال داره، از این منطقه جکان هستن یا نه از جای دیگه؟ به خیرآباد میشین. خیرآباد میشینین. گفته 9 سال اینجا فعالیت میکنه. میفهمین چرا اینجا رو به اسم جکان میگن؟ دقیق نمیفهمم. یعنی تا حالا نپرسیدیم هم از کسی؟ نه. انشالله موفق باشن، شاد باشن. شما خوب هستن؟ سلامتن؟ سلام علیکم، خوبم، بخیرم. زنده باشن. اسم شریف شما؟ اسمم محمد رفی. محمد رفی جان، به این چیش کار میکنن؟ دیکون از شما نه یا نه بیانم چیزی بگیریم؟ نه نه، ما مشتریم، آمدیم دوتا لامپ بگیریم. دوتا لامپ بگیریم. لامپا خونه سوخته؟ نه نه، ما نونوایی داریم، برای نونوایی میگیریم. برای نونوایی میگیریم. نونوایی شما کجایه؟ نونوایی ما دم کوچه خیرآباد. دم کوچه خیرآباد. یعنی اون چی لوازم برق نیه دیگه که اینجا آمده؟ شهر بود اگه من تا لامپای که من میخواستم نداشتن. شما اومدیم این چی بگیرین؟ بله. چی وظیفه دارن که گفتن نونوایی کار میکنه؟ نونوایی از خود شما نه یا نه اونجا شاگرد؟ نونوایی از خود منه. از خود شما نه. چند ساله به نونوایی کار میکنه؟ تقریبا دیگه تو نونوایی خیلی وقت کار میکنیم، باز یک سه سال میشه که مستقل ما خود مونیم. نونوایی کار سختیه یا آسونه؟ والله خوبه دیگه نسبت به بیل و کلنگ و اینا. بیتاره. انشالله موفق باشین. خداحافظ شما. خب دوستا، خود شما میرم جلوتر، با ما همراه باشید. سلام علیکم. خوب هستن؟ سلامتن؟ زنده باشین، سلامت باشین. معرفی کنین اسم شریف شما. محمد روی اکتان مرافیشان جکان. دوست عزیز، به این چی میوه هایی که شما دیزاین کردین اشته مقبول دیده میشه؟ خواهش میکنم، بگه وزیفی مانه چکار کنم. خیلی هر نوع میوی هم دارم، من که میبینم فکر نمیکنم کم بودی داشته باشه، هر چیزی هست. بله، هر رقم میوی که داخل میدون بار پیدا شه ما میاریم، چون بسات بود جالب به جلو دکون بود دیگه. شروری دیر مور بکن بیان اینجا فعلا این واس دروزه دیگه از بار نه آوردن. چطور فروشات مردم خریداری میکنن؟ خوب بعد نیه دیگه، زیاد مردم که خوب نیه، بازم خوب، خدا رو شکر. کدوم میوه بیشتر میخرن حالا؟ زیادتر سیب میخرن. سیب میخرن. سیب سرخ هم داریم، سیب زرد هم داریم. کیلو چنده؟ کیلو 50-60. 50-60. خرمالو هم دارن؟ خرمالو کیلو چنده؟ کیلو 80. 80 روپیه. دیگه اونجا که من میبینم که چی میگن؟ امروت میگن بری و گلابی. بله، گلابی یا امروت، اونا کیلو چنده؟ کیلو 120 روپیه. 120 روپیه. گفتن بیشتر مردم سیب میخرن، ما امسال انار هم داشتیم. چرا انارایی تر زیاد جالب نبود که انار فراوان باشه و ارزونی بشه؟ انارا خوبه که ما شما نمیدن دیگه، باغدارا میفروشن به تاجرا، تاجرا هم رای میکنن پاکستان به دبی هم جوجا رای میکنن. دقیقاً. فعلا آخرای انار رسیده دیگه، کیلو چند میدیم انار؟ انار دیگه ما کیلو 40 روپیه میدیم. انار دره یه کیلو 40. دقیقاً. از کجا هستن؟ از همین خود منطقه جکانم. از این منطقه جکانن. از دوستا تو از دوستا پرسان کردم که چرا اینجور جکان میگن؟ نمیفهمیدن. شما میفهمین چرا این منطقه رو جکان میگن؟ خدا منم نمیفهمم. شما هم نمیفهمید چرا اینجور به اسم جکان نامگذاری کردن؟ انشالله موفق باشه. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب دوستا، میرم خود شما جلوتر، با ما همراه باشید. میرم خود شما جلوتر. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستن؟ سلامتن؟ شکر شما خوبی. زنده باشین، سلامت باشین. معرفی کنین اسم شریف شما. اسم اجتا گل ولد اجتا غفور. حاجی صاحب، دکانک مقبولی دارن که بخش گوشت مرغ داریم، تخم مرغ داریم، دیگه هر چیزی هست داخل دکان. چند سال اینجا کار میکنین؟ 10 سال میشه. 10 سال میشه. همین دکان رو به اینجی داره. همینجی داریم، پیشتر جلو بود، بعد از عقب نشین شده بس اینجا. دقیقا. چطور کاروبار؟ شکر خوبه. راضی هستن؟ خیلی راضیم. گوشت مرغ فعلا کیلوی چنده؟ با 215 روپیه، 210 روپیه، نظر به مرغ. مرغ گرون باشه خوب میگم.
مشخص بگیرون ها اگه ارزان باشی هم ارزان دقیقا شما اگر یک معلومات برای ما درباره این مرغ هایی که شکل پلاونده داره به ما بدیم که اینا چی رقمه؟ کشتار روز اینا؟ کشتار خودمانه ولی اینجا دست خودمانه یعنی شما روز میکشم و میپلاونم و این قسمت فروخته میشه پاک میشه آمده میشه خلاص پلاونده گفته میشه خود ما دستگاه داریم اینا رو پر میکنم دقیقه بعد از پر کردن ششته میشه و بعد از پلاونده میشه و پاک میشه تا روی میزازه میشه میه دقیقاً خیلی عالیه خیلی خوبه درباره از این معلومات بدین که تخم مرغ فعلا دونه چندیه تخم مرغ فعلا دونه 10 روپیه دونه 10 روپیه درسته دونه 9 روپیه بالا خود مفته کارتن به 10 ساعت 17 نیم ساعت 16 ساعت 50 ساعت کم میخریم با 10 روپیه میشه باز اگر شو نخواسته باشه 270 75 شو نمیده ولی تخم مرغ غیراته یک کوشش ما به خوبه خوبه و به خوبه که تخم مرغ این با دو ماهی هیچ مشکلی بزر پیدا نمیشه بله اگر خارجی می بود زود خراب میشه این نه که با دو ماه به زمانت همین تخم مرغ می دیم دقیقا خیلی عالیه خیلی عالیه بله. از کجا هستن یعنی کجا زندگی میکنن زندگی خواهد فعلا دروازه ملک میکنن دروازه ملکه 10 سال گفتن اینجا کار میکنن 10 سال میشه بله بله میشه با ما بگن که همین 10 سالی که اینجا کار میکنن آیا تا با حال پرسان کردن از کسی که اینجور چرا به اسم جکون نامگذاری کردن از هر کسی که گفتیم یک چیزی میگه شما چی برداشت کردن یعنی چی به نظر شما کسی که گفته چی گفته اینجا چرا جکون میگن جکون میگه مثلا قوم ما چه چکار شده بده گوم گفت بالاخره گفت من نمیفهمم از چند تا رسیده که به اطراف نشستم بعدا پرسی این جکون میگه مثلا یک صوفی آباد میگه یک جای نما آباد میگه این به چی چیزه دیگه ما می رقم خاص یک سوالگر پیدا نشه پس شما هم دقیق نفهمیدین که دلیل چیه نه نفهمیدین به من نگفتم دقیق هر کدی میگه که چیزی نشده گفت یک چیزی گفته انشالله موفق باشین حاجی صاحب وقت خوشی داشته باشین خدا نگهدار شما خوشحال شدیم چه خداحافظ شما خداحافظ شما خب دوستان خود شما میریم جلوتر با ما همراه باشید ما رو تنها نگذارن خوب هستن سلامتن وعلیکم سلام سلامت باشین هم روح به این طرف کنیم که تصویر ما رو بگیرن اسم شریف شما شیرعلی شیرعلی جان بدم جکون چه کار میکنن اینجا مود خرید داریم این سبزی میخوام آمادم برای خود خو سودا بگیرین خیلی خوبه از کجا هستن از ولایت فرا از ولایت فرا هستن چند وقت به هراتن دو ماه میشه به ولایت هرات هستن چی وظیفه داره مستخونه مستری خونه کار میکنین چطور کاروبار والا خدا رو شکر دیگه شما به مستری خونه دعا میکنین مترا مردم و سکلا مردم خراب شده که بیا یه کاروبار باشه نه نه یا نه دعا نمیکنین نه دعا نمیکنه روز که روزی خدا یکم خودی خراب شده دقیقاً زبان شکنک هم یاد داریم تا حال به هرات بشنیدیم یک که بگه زبان شکنک هم یاد داریم نه یاد ندارم ما به شما یاد میدم خب ما به شما یاد میدم که زبان شکنک هم یاد بگیرین شما بگن سه روز برفت به بزدوزی سه روز برفت بعد از ما تکرار نکنیم خب خلاص شد بگیم سه روز برفت به بزدوزی یک روز دو بزدوزی دو روز یک بزدوزی یاری پیار نکم آلاقی یاد بگیر باید آسان تره بگو فارسی هم یکم بلد نیم فارسی کم بلده انشالله موفق باشن خدا نگهدار شما خدا حافظ شما بخیر باشن خدا حافظ شما اسم شریف شما اسم سید شریف باشنده ایران سید شریف جان با شما اینجا هستا چون به دم جکان ولایت هرات دیگه ترابار میفروشین بله هر چیزی هم هست بادنجان سیاه کدو دیگه بانجان رومی گلپی شلغم بله. چطور کاروبار لا خوبه دیگه بعد نیه به وقت سال خدا رو شکر چند وقت همی کاروبار دارین ما تقریبا 10 سال میشه 10 سال میشه همین جگاه بله. کار میکنیم از کجا هستن اصلیت؟ ما اصلیت از هرات از هرات از کدام منطقه؟ از این منطقه جکون از منطقه جکونه بله. خیلی خوبه میفهمین چرا این جگاه جکون میگن؟ والله
نه تا حالا نپرسیدم هم از کسی. خیلی خوبه که بپرسم که همین منطقه جک کنر چره به اسم جک کن میگم. ممنون بفهمون گفتم باشه از همین اشخاصی که به منطقه جک کن زندگی میکنن بپرسم. از چند نفر پرسیدیم کسی نمیفهمید. درسم بخونه؟ بله. صنف چند هسته؟ صنف ده. صنف ده مکتب. زبون شکنک هم یاد دارین؟ نه. خب خیره که یاد ندارم، من با شما یاد میدم. چون هر چیزی کسی که درس میخونه میفهمه که یک چیزی که یاد نداشته باشه مگر یاد بگیریم، درسته؟ بله. شما سه بار بگین سه دوز رفت به بزدوزی، یک دوز دو بزدوزی، دو دوز یک بزدوزی. زبون شکنک یاد ندارم. چرا یاد نداره؟ خب یک فکری بگیم با ما. فکری هم به یاد منی حاله. خب چی یاد داره؟ اما چیزی که یاد دارم بگیم که ما بگیم به شما. یک شعر بخونیم. شما این تسوالا میکنه آدم. خب شعر بخونیم. شعر یاد این هم یاد نداره. یک پیام بدم برای کسایی که شما رو میبینن. پیام برای همی تجارم اینه که همی نرخو بازار کم پایین نرخوی بازار کم پایین بیارن. خیلی خوبه، انشالله موفق باشن. خداحافظ. شما خیلی سلام علیکم. خوب هستن؟ شکر. سلامتن؟ زنده باشین، سلامت باشین. اسم شریف شما؟ توریال جان. توریال جان، به منطقه جتکون چه کار میکنین؟ ما خود تکسیوان هستم. تکسیوان هستم. از کجا هستن؟ ما از ولایت فرا هستم. درست. از کجا هستن؟ از ولایت فرا. از ولایت فرا هستن. بله. منطقه و ناهی که شما تکسی خور استاد میکنین همینجیه؟ بله بله. چند وقت میشه به ایرات آماده؟ 5-6 ماه میشه. 5-6 ماه میشه. بله. به داخل ایرات آماده. چطور کاروبار؟ والا شکر خوبه. خدا رو شکر. مردم ایرات چی رقم رفتار و روی دارن؟ والا مردم ایرات که هستن بسیار مردم نافرهنگ هستن. خوب از نگاه برخورد و از نگاه اخلاق همه چیز انشالله برابر است. مردم خوبی هستن. خدا رو شکر. انشالله موفق باشن. خدا نگهدار. خیر باشه. خدا حافظ شما. دوستا میرم جلوتر، با ما همراه باشید. سلام علیکم. خوب هستن؟ سلامتن؟ زنده باشن، سلامت باشن. معرفی کنین اسم شریف شما. اسم سعید. سعید حیدری. سعید جان حیدری. به دم جکون چه کار میکنن؟ دم جکون سه چرخ دارن. سه چرخ دارن. چطور کاروبار؟ شکر. راضی هستن؟ باشه. از کجا هستن؟ از این جکون. از این منطقه جکون. میفهمم چرا این منطقه جکون رو به اسم جکون میگن؟ تا حالا نپرسیدیم هم از کسی. خب بپرسیم که بفهم آدم بهتره که همین منطقه رو به اسم چی میگن. ما که از هر کس پرسیدیم کسی نمیفهمید که چرا به اسم جکون میگن. دیگه نمیفهم. نپرسیدیم که دیگه مکتبم میرین؟ بله. صنف چند هستن؟ صنف 11. صنف 11 مکتبم. آفرین به شما. زبون شکنک هم یاد دارین؟ نه. خب باشم به شما یاد میدم. چون کسی که درس میخونه باید هر چیزی رو یاد بگیره. هر چیزی به یک جای یک روز به درد میخوره. درسته؟ شما بگن یک سرشیر سه شیشه سرشیر. یک سرشیر سه شیشه سرشیر. دقیقا دوباره. یک سرشیر سه شیشه سرشیر. یک بار دیگه. یک سرشیر سه شیشه سرشیر. آفرین. شما بگم یاری لنگ بر سر سنگ رنگ لط میکرد. یاری لنگ بر سر سنگ رنگ لط میکرد. رنگ لط میکرد. همین سه بار بگم. یاری نشد. نه. انشالله موفق باشین. اگر پیامی هم دارم برای دوستایی که شما رو میبینن میتونن تقدیم کنن. ببینید زنده باش. سلامت باشین. دوستای عزیز، گزارشی بود که از منطقه جکان هرات برای شما عزیزان تقدیم شد. لطفاً نظریاتتون رو در کامنت با ما شریک بسازید. تا درود دیگر شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.